امروز میخوام براتون دو تا کتاب رو توی یه ویدیو خلاصه کنم. هر دو تا کتاب در مورد عادت هست و دو تا از بهترین کتاب ها برای ساختن یه عادت جدید، یا اینکه اصلا برای اینکه بفهمیم پشت هر عادتی که داریم چه چیزی نهفته است و چطوری میتونیم اونا رو تغییر بدیم. اول با کتاب قدرت عادت شروع میکنم، یا The Power of Habit، همین کتابی که پشت سر من میبینید. برای اینکه کتاب دوم، نویسنده کتاب دوم کتاب اول خونده و در مورد اونم حرف میزنه، پس اگه من از این شروع کنم بخشی از کتاب دومم براتون تعریف کردم. چارلز دوهک نویسنده کتاب اول The Power of Habit میگه که پترنا و الگوهای ذهنی ما قابل پاک کردن نیستن. یعنی ما یه سری عادتهایی که درون خودمون داریم تو ذهنمون به صورت الگوی ذهنی در اومده، اینا رو نمیتونیم پاک کنیم و کاملا از بینشون ببریم. فقط میتونیم با یه عادت جدید اونا رو جایگزین کنیم. پس برای اینکه بخوایم یه عادت قدیمی و عادت بد رو با یه عادت خوب جایگزین کنیم، باید ببینیم اصلا چه چیزایی عادت رو به وجود میارن. نویسنده کتاب قدرت عادت میگه که چرخه تشکیل دهنده عادت از 3 قسمت تشکیل شده. یکی کیو، که یعنی اون چیزی هستش که وقتی که اتفاق میفته به شما اون تلنگر رو میزنه، اون حس رو بهتون میده که یه چیزی میخوای. دومی ریوارد یا جایزه است، و اون چیزیه که وقتی اون تلنگر رو بهتون خورده میشه میخواین اون چیز رو به دست بیاری. و سومی روتینه، یعنی اون کاری که انجام میدین بعد از اینکه اون تلنگر بهتون خورده شد تا به اون ریوارد یا به اون جایزه برسید. مهمترین نکته و اولین قدم خواستنه. اصلا باید اول بخواین که تغییر کنین، بخواین که یه عادتی رو توی خودتون تغییر بدین تا بقیه این موارد کار کنه. پس اگه هنوز تو اون قسمتش مشکل دارین، اول باید اون قضیه رو حل کنین. ولی اگه واقعاً میخواین یه تغییری توی خودتون به وجود بیارین، بقیه این ویدیو رو هم گوش کنین. برای هر تغییری باید حواسمون باشه که اطرافیانمون کیان و چه تأثیراتی روی ما میذارن. اگه دور و برمون کسایی هستن که از تغییر ما ناراحت میشن، یا اینکه حالا به هر دلیلی، ممکنه حسودی باشه، ممکنه که واقعا فکر کنن که اون کار غلطی که شما میکردین کار درستیه، یعنی واقعا اطلاعات نداشته باشن، باید حواستون باشه که از این آدما باید دوری کنین و خودتون رو با آدمایی نزدیک کنین، به آدمایی نزدیک بشین که عادتهای خوب دارن و از نظر شما مورد تایید هستن. حالا بریم سراغ این که چه چیزهایی میتونن تغییرات بر ما به وجود بیارن و اینکه باید چه کاری انجام بدیم که این عادتهای غلط رو از خودمون دور کنیم. 3 جزء تشکیل دهنده این چرخه عادت رو براتون توضیح دادم، درسته؟ کیو، ریوارد و روتین. حالا میخوام توضیح بدیم که هر کدوم اینا چی میتونن باشن. مثلا کیو، گفتم کیو اون چیزی هستش که اون حس رو به شما میده که یه چیزی میخواین. حالا یه مثال میخوام بزنم که بتونیم راحت تر در موردش حرف بزنیم. یکی ممکنه عادت داشته باشه که بستنی زیاد بخوره و میدونه که این خوب نیست، برای سلامتیش ضرر داره. حالا چی کار میتونه بکنه؟ اولین کار اینه که کیوها رو شناسایی کنه، یعنی اینکه اون چیزایی که بهش یه تلنگری میزنه که برو بستنی و بیار بخوریم چیه. خب حالا خیلی چیزای مختلفی میتونه باشه. یکی یه تایمی از روز میتونه باشه، یعنی یه ساعت خاصی هست که اگه دقت کنیم، هر دفعه که مثلا اون کار غلط رو کردیم، حالا بستنی خوردن یه مثاله، ولی مثلا فرض کنیم سیگار کشیدن یا هر عادت غلط دیگه ای که خودتون دوست دارین که تغییر بدین، ببینید چه زمانهایی از روز اون کار رو انجام میدین. این تایما رو بنویسین، بعد ببینین کجا این کار رو انجام میدین. اینکه وقتی که این تلنگره بهتون میخوره، این حوسه میاد، کجایین، اینم بنویسین. بعد ببینین که دیگه کی اونجاست، یعنی وقتی شما حوس میکنین اون کار رو بکنین، مثلا بستنی بخورین، دیگه کیه که پای است که گفته بیاین بستنی بخورین. نکته دیگه اینه که ببینین دقیقاً قبل اون کار چه کاری انجام دادین. خب یعنی اینکه کار قبلی این که بخواین برین بستنی بخورین چه کار کردین، اونو بنویسین. و آخرین چیز اینه که ببینین چه احساسی دارین اون موقع که دلتون مثلا بستنی میخواد یا اون عادت غلط رو دلتون میخواد انجام بدین، اون حسی که اون لحظه دارین چیه؟ آیا مثلا گشنه این؟ آیا خوشحالین؟ آیا ناراحتین؟ استرس دارین؟ یا چی؟
همه اینا رو برای یه مدت با ازش نوت بردارین، چون میخواییم پیدا کنین شباهت‌های بین روزای مختلفی که این عادت غلط رو دارین تکرار میکنین و ببینین چه چیزای مشترکی پیدا میکنین. مثلا ممکنه ببینین یه تایم خاصه که هر روز هوس بستنی میکنین یا هوس سیگار، یه جای خاصه که هر وقت هستین هوس میکنین مثلا سیگار بکشین یا بستنی بخورین یا هرچی. یا اینکه دقیقاً مثلا به محض اینکه تلویزیون روشن میکنین میرین بستنی میارین. خب یعنی این مثلا تلویزیون روشن کردن اون چیزیه که این تلنگره رو میزنه، تریگر میکنه به اصطلاحی. و یا اینکه مثلا میبینین که هر وقت گشنه این کارو میکنین مثلا، یا اینکه هر وقت خیلی هیجان زده این یا هر وقت خیلی ناراحتین. وقتی که اینا رو ترک کنین، یادداشت کنین، پیدا میکنین که کدوم یکیه که در واقع تلنگره رو بهتون میزنه، پس کیو رو میشناسین. قسمت دوم اینه که ببینین ریواردی که میگیرین از این کار چیه، جایزه‌ای که از اون کار میگیرین چیه. در واقع باید ببینین چه احساسی هست که داره با انجام این کار ساتیسفای میشه، یعنی برآورده میشه. اون چه حسیه که دارین با این کار برآوردهش میکنین، اینم یادداشت کنین. پس این شد ریوارد. قسمت سوم روتینه که توضیح دادم. روتین یعنی کاری که انجام میدین که این عادت غلط هست خودش، یعنی یه چیزی اونو تریگر کرده، یه ریواردی میخواین به دست بیارین، این روتین میشه اون کار که انجام میدین که بده، مثلا بستنی خوردن، مثلا سیگار کشیدن. خب حالا کاری که ما میخواین انجام بدیم اینه که ما این روتین رو عوض کنیم. یعنی ما کیو رو داریم، کیو رو که نمیتونیم تغییر بدیم، کیو یعنی اون اتفاقی که تلنگر میزنه هست، ریوارد هم خب حس خوبی میده، ما میخوایم یه حس خوب بهش برسیم. پس این روتین رو چطوری تغییر بدیم؟ یه روتینی رو پیدا کنیم که با همون کیو ساخته بشه، با همون تلنگر شروع بشه و با همین ریوارد خاتمه پیدا کنه. تا اینجا که توضیح دادم کتاب قدرت عادت بود و از الان به بعد میریم سراغ کتاب عادت‌های اتمی. جیمز کلیر نویسنده کتاب عادت‌های اتمی میگه که اون رفتارتون رو که حالا چارلز بهش میگه روتین، اون رفتارتون رو یه کاری بکنین که حتما راحت باشه، خیلی واضح باشه، جذاب باشه و دلنشین. این روتینو که توضیح دادم، چارلز بهش میگه روتین، جیمز بهش میگه بیهیویر، it's the same thing، هر دو یه چیزن. میگه که حتما سعی کنین که این چهارتا رو به عنوان قانون رعایت کنین. پس چی باشن؟ راحت، واضح، جذاب و دلنشین. حالا بریم سراغ راهکارهایی که جیمز کلیر تو کتاب عادت‌های اتمی آورده. دو تا راهکار گفته. راهکار اول stack and start. stack کردن یعنی یه چیزی رو روی یه چیز دیگه گذاشتن. یعنی اینکه بیاین یه عادت جدید رو که می‌خواین انجام بدین، بذارینش روی عادت قبلی که داشتین، یه عادت دیگه‌ای که دارین. مثلا چی؟ مثلا ما از بچگی یاد گرفتیم که وقتی می‌ریم دستشویی سیفونو که کشیدیم، حالا چه این وریه چه اون وری، دستامونو بشوریم. این شده یه عادت، یعنی فلاش زدن یا سیفونو زدن دقیقا چسبیده به این که دستامونو بعدش بشوریم. خب این شده یک حبیب، در صورتی که اینا دوتا. خب حالا وقتی میخوایم یه عادت جدید بسازیم دقیقا باید همین کار بکنیم. باید یه کاریو که داریم، یه عادتیو که آردی داریم و برامون خیلی واضح و آشکار آسونه بیایم روش یه دونه عادت دیگر رو سوار کنیم. یه مثال دیگه در مورد کسی که نخ دندون میکنن، عادت همینه، یا مسواک اول میزنین بعد نخ دندون میکنین یا برعکس. خب اگه اول نخ دندون میکنین، عادت کردین که نخ دندون رو که انجام دادین تموم شد مسواک رو بردارین مسواک بزنین، گفتم یا برعکس، این دوتا برای شما تبدیل شده به یه عادت، عادت مسواک زدن یا نخ دندون کردن، چسبیده به هم. خب حالا یه کار دیگه ای که میخوایم بکنین، یه کار جدیدی که میخوایم شروع کنین، اینو بچسبین به اون یکی. مثلا چی؟ مثلا فرض کنین، حالا من مثال بستنی زدم توی مثال قبلی، فرض کنین که من پیدا میکنم که کیوی من اینه که تلویزیون رو روشن میکنم، مثلا میخوام فیلم ببینم، میرم بستنی رو میارم که آب بشه بعد بخورم. من میخوام این کارو برای خودم آسون کنم، پس اوکی من آردی این عادتو دارم که مثلا فلان ساعت که میشه برم تلویزیون رو روشن کنم. اوکی حالا پس تلویزیونو که روشن میکنم یه چیزی رو باید که بازم دوستش دارم، حس خوب بهم میده ولی چیز خوبی هم هست، اینجا اضافه کنم. مثلا میتونه آب خوردن باشه، میتونه میوه خوردن باشه، میتونه یه چیزی که اون حس رو بهم میده. اول باید پیدا کنم که اون بستنیه به من دقیقاً چه حسی میده. شاید فقط سردیشه که بهم میچسبه. خب شاید شیرینیشه که بهم میچسبه.
شاید حالا من بستنی قهوه دوستم، شاید مثلا بوی قهوه است که به هم میچسبه. خب حالا بیام پیدا کنم ببینم اون چیزی که من میگیرم از کجا میاد، اون حسه که میگیرم چیه دقیقا. مثلا فرض کن پیدا کردن این که اون یخ بودن بستنی، اون یه ذره سرد بودن میچسبه. خب پس بیام مثلا یه میوه سرد، یه چیز سرد سالم، اگه مثلا اینجا خیلی ماست میوهی خیلی میخورم، مثلا ماست میوهی بذارم اونو بخورم به جاش، من دوست ندارم. ولی مثلا یه چیز سرد، یه میوه، مثلا من سیب دوستم، شاید سیب اگه قاچ کنم بذارم جلوم خیلی راحت تر باشه که بخورم. خب پس اینو بذارم تو برنامه‌م که سیبم تو یخچاله، بستنیم تو فریزره، هر دوتایشون هم کنار همه. پس این دفعه که رفتم در فریزر رو باز کنم بستنی رو بردارم، حواسم باشه در یخچال رو باز کنم سیب رو بردارم. خب و اینو بذارم روی عادت تلویزیون دیدن. هر عادت دیگه‌ای که دارین شما پیدا کنین که کی انجام میدین، کیوش چی بوده، و اینکه پیدا کنین اونجا چطوری میتونین یه عادت یا دیگه‌تون رو پیدا کنین و بذارین آن تاپ آف دت، بذارین رو اون یکی، بکنینش رو یک عادت. یعنی ویدیو فیلم دیدن، تلویزیون دیدن برای من معنیش سیب خوردن بشه، میدونین، بشه یک کار. حالا یه نکته خیلی مهم اینجا اینه که ما وقتی که یه کاری انجام میدیم یه مومنتومی به وجود میاد، یعنی یه انرژی، یه مثلا حالت میفتیم رو قلتک به عبارت دیگه، یه مومنتوم به وجود میاد. مثلا میدونین توی فرض کنید یه تپه اینطوریه، داریم با دوچرخه میریم، شما اگه از این بالایی بیام پایین، از همین انرژی که استفاده کردیم میتونید استفاده کنیم برین از دومی بالا. اگه همون مثلا مساوی یا کم کوتاه‌تر باشه میتونیم برین بالا، ولی اگه دومی خیلی بالاتر باشه از اینکه بیاین دیگه نمیتونیم اونقدر بریم بالا. پس اگر میخواین که این از این مومنتوم عادت قبلیتون استفاده کنین، باید دومیه رو ایزی کنین، راحتش کنین. برای اینکه راحتش کنین، یعنی اینکه این تپه رو کوتاه‌تر کنین، باید ببینین چه کارایی میتونین انجام بدین. سخت‌ترین قسمت هر کاری شروعشه. سخت‌ترین قسمت هر کاری شروعشه. چند قدم اول سخت‌ترین قسمتان. پس حواستون باشه که چند قدم اول رو خیلی راحت کنین. که یه مثالی هم توی کتاب میزنه، میگه مثلا فلانی میخواست بره ورزش کنه، این که بره ورزش کنه رو عادت خودش نکرد، این که هر روز صبح ساعت 5 صبح از خواب بلند شه، لباس بپوشه، بره تاکسی بگیره و سوار تاکسی بشه و به تاکسی آدرس رو بده، اینو عادت خودش کرد. چون دیگه وقتی تاکسی داره میره تو مثلا به اون جایی که تو میری ورزش میکنی، میره تو جیمی که تو ورزش میکنی، دیگه وسط راه که به تاکسی نمیگی برگرد دیگه میخوام برم بخوابم. یعنی اون کارهای سخت اول خودش رو مجبور میکنه انجام بده، کارهای بعدی خودش انجام میشه. پس حواستون باشه که باید تمرکزتون روی قدمهای اول باشه و به حدی باید اینا رو ساده بکنین که بتونین انجام بدین. اگه خیلی سختش کنین انجام نمیدین. مثلا فرض کن شاید سیب خوردنه که من گفتم، مثلا فرض کن سیبا همیشه توی یخچال نیستن، مثلا فرض کن بیرون نگه میدیم، بعد خب من دلم چیز سر میخواست، پس باید بدونم که سیبا رو باید بذارم همیشه توی یخچال سیب داشته باشیم که بخوام ورش دارم. مثلا باید بدونم پس یه چاقو و بشقاب خوب همیشه رو میز باشه، چون اگه برم سیب بردارم حالا چاقو یادم بره میگم ای بابا نه من بشقاب یادم بره، میدونی بخوای تو زحمت بیفتی ممکنه هم بگی بابا میرم بستنی میارم قاشقو برمیدارم. یه کار دیگه خیلی خوبی هم که میتونیم بکنین اینه که اون کار قبلیه رو و کار بعده رو برای خودتون سختش کنین. مثلا اینکه اولا بستنیتون تمام میشه نرین دوباره بخرین، اینو برای خودتون اویلیبل و راحت نکنین دسترسی بهش رو، بذارین سخت باشه، بذارین مجبور شین برین توی سوپر بخرینش. وقتی که تو سوپر هستین نرین سمت بستنی ها، این کار برای خودتون سخت کنین. یا مثلا حتی قاشقا رو بذارین یه جای سختی، مثلا اگه بستنی میخواین بخورین مثلا با قاشق خاصی میخورین، اون مدل قاشقو جمع کنین، مثلا بذارین تو بسته، بذارین تو پلاستیک، بذارین تو کشو، اینقدر سختش کنین که وقتی میخواین بخورین مثلا میگین بار بابا دیگه اصلا نمیخوام. حالا یه نکته هم که میگه که معمولا دو دقیقه اول هر روتینی سخته. یعنی وقتی میخواین عادت جدیدو بسازی که گفتم قدمای اولیه‌شو برای خودتون راحت کنین، میگه دو دقیقه سخته. حالا دیگه حالا این که واقعا دو دقیقه سخته یا نه رو خدایی من نمیخوام قضاوت کنم، چون فکر کنم که حالا بعضی موقعا بیشتر از دو دقیقه سخته، ولی مهم نیست. مهم اینه که اگه ما واقعا میخوایم کاری بکنیم باید سختش هم تحمل کنیم، ولی تا حد ممکن راحت ترش کنیم برای خودمون. حل دومی که میگه سینک اند اسکور، یعنی که یه چیزی رو به یه چیز دیگه وصل کنین و اگه مثلا فلان کارو انجام بدین
میتونین این جایزه رو به خودتون بدین، امتیاز میگیرین مثلا. حالا چجوری؟ مثلا یه مثال که تو خود این میزنه، مثلا یه آقایی رو تعریف میکنه که این میخواسته، خیلی دوست داشته فیلم ببینه، نتفلیکس نگاه میکرده و اینا، میاد یه برنامه مینویسه که دوچرخه تو خونش رو بس میکنه به لپتاپش و لپتاپ به تلویزیون، که تا وقتی که پا بزنه روی دوچرخه، پا بزنه تلویزیون داره فیلم رو نشون میده، نتفلیکس داره فیلم رو نشون میده، به محض اینکه شل بشه و آروم بشه فیلم پاز میشه، نگه داشته میشه. پس همیشه سعی میکنه که پا بزنه که بتونه فیلمشو ببینه، یعنی یه چیزی به یه چیزی ربط پیدا کرده، پس تا وقتی که فیلم داره میبینه سلامتیش هم داره تضمین میشه. خب پس شما سعی کنید که همیشه یه چیزی به یه چیزی وصل کنید. مثلا بگین که اگه من فلان کارو انجام بدم، فقط اگر من فلان کارو انجام بدم میتونم فلان ریواردو بگیرم، فلان کارو بکنم. یعنی مثلا یه چیزی رو خیلی دوست دارین، مثلا اگه مثلا بستنی دوست دارین، حالا سیگار بده، با سیگار نمیشه این کار کرد، ولی اگه مثلا بستنی دوست دارین، به خودتون میگین که اگر من ورزش کنم، اگه من یه هفته ورزش کنم میتونم بستنی بخورم، یا اگه کلا ورزش نمی کنین همون یه روزم ورزش کنین غنیمته، یه روز ورزش کنم مثلا میتونم یه کوچولو بستنی بخورم. اینطوری حالا من چون خیلی رابطم با بستنی خوبه شد دارم تخفیف میدم، ولی شما برای خودتون میتونین حالا یه ذره سختگیرتر باشین یا هدفای بهتر بذارید. ولی مثلا فرض کنین که من بگم که اگه من ویدیو رو تهیه کنم، اگه برای این بچه‌ها ویدیو رو تهیه کنم تموم بشه میتونم بستنی بخورم. این به من میچسبه، به خاطر اینکه اون وقت انگیزه میشه که ویدیو رو تهیه کنم که اون کارو بکنم. حالا شما هم فکر میکنم که مثلا یه کار مفیدی رو بذارین کنارش. البته الان که فکر کردم اگه من اینو به اون وصل کنم، خب ویدیوام درست میشه، ولی خب ممکن از اونم خیلی چاخشم چون که ای بستنی بخورم. حالا واقعیتش اینه من عادت بستنی خوردنمو خداییش تغییر دادم، و اون این بود که من متوجه شدم که کیوی من در واقع فیلم نبود، کیوی من رضا بود، شوهرم، که وقتی که اونم بستنی دوست داره، وقتی میشستیم فیلم ببینیم اون بستنی رو میآورد و میخورد، ولی از یه جایی به بعد من گفتم که نمیخوام. مثلا یه چیزی که میدونیم قبل بستنی بده چیه؟ آدامس. اگه یه آدامس بخورین طعم دهنتون عوض بشه، اصلا بستنی که هیچی دیگه بهتون نمیچسبه. شاید این فکر خوبی باشه که آدامس بخورین، چون خوشمزه است بالاخره آدامس، مثلا آدامس بخورین دیگه دلتون بستنی نمیخواد، دیگه تا موقعی که طعم دهن شما بره این بستنی آب شده، بعد برگرده بره تو فریزر، نمیتونین بخورین. خدایش این فکر میکنم خیلی مثال عملی خوبی بود زدم. و نکته پایانی این برنامه، یه کار خیلی خوبی که بکنین اینه که به خودتون جایزه بدین. حالا چجوری جایزه میدین؟ یه habit tracker، یعنی یه چیزی که عادت هاتون رو ترک میکنه یا دنبال میکنه. درست میکنه. مثلا چی؟ مثلا تقویم. یه تقویم بردارین، یه تقویمی که همه یه خونه هاش مثلا مربع مربعه، و روزهایی که اون عادت جدیدی که میخواین داشته باشین و دارین انجام میدین توش تیک بزنین، یا اون عادت غلطتون رو گذاشتین کنار توش تیک بزنین. این تیک زدنه خیلی حس خوبی بهتون میده و باعث میشه که هی مغزتون دلش بخواد این حسا، و باعث میشه که کمکتون بکنه که اون عادت غلط رو دیگه انجام ندی. دیگه خیلی وارد جزئیات این که چرا مغزتون این احساسات رو بهتون میده نمیشم، چون قبلا در موردش ویدیو گذاشتم، ولی میخوام بدونین که این تیک زدن خیلی مؤثرتر از اون چیزیه که فکرشو بکنید. پس اگر میخواین یه دفتر هابیت تریکر بگیرین، اگه میخواین اپاشو بگیرین، اپش هم هست، اپای خیلی مختلفی هست که مثلا اینا رو ترک کنین و بدونین که چی میگن، نگه دارین ایناشو که مثلا چه روزایی انجام دادین چه روزایی انجام ندادین، اینم فکر خیلی خوبیه. ولی اگه میخواین خیلی فنسی بازی در نیارین و خودتون یه کاری بکنین، میخواین از همین لحظه شروع کنین، یه صفحه خالی بردارین و قد قد چاخونه بکشین، مثل تقویم درست کنین، بهونه نیارین، شروعش کنین امروز. بعد به عنوان جایزه میتونین برای خودتون یه هابیت تریکر قشنگ بخرین، میتونین اپش رو دانلود کنین، و میدونم که تو ایرانم که همه چی مجانیه، اپای مجانی میتونین دانلود کنین و حالشو ببرین دیگه. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشین، مفید باشه، حتما برای من کامنت بذارین، به هم بگین چه عادتایتون رو میخواین عوض کنین، و از امروز تصمیم بگیرین، و بعد بیاین به من بگین که چه چیزی رو با چه چیزی جایگزین کردین و اون روتینی که تغییر دادین چی بوده. مواظب خودتون باشین، میبینمتون، خدافظ.